میکنی بر سر ما تو ناز بسیار گنگ شو یا گنگ شو از این گفتار بسیار. نعیم پوپل خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز مشهوری کشور در 8 جنوری سال 1954 میلادی در یک خانواده پوپلزایی در دهمزنگ شهر کابل به دنیا آمد. پدر وی سید احمد نام داشت و در وزارت انرژی و آب سابق کار می کرد و مادرش که زیبا نام داشت در کارهای خانه مصروف بود. علاقه او به موسیقی از سن 9 سالگی آغاز شد، جایی که او شروع به آواز خواندن و نواختن هارمونیه برای دوستان و همسنفی هایش کرد. خواهر همسرش در آن زمان از وی برای ایجاد حرفه موسیقی بسیار حمایت می کرد. وی در لیسه های حبیبیه و شاه دوشمشیره تحصیل کرد. او در لیسه شاه دوشمشیره گروه را به نام لاله ها را اندازی کرد. این نام از یک فیلم فرانسوی در سال 1963 میلادی با بازی آلن دولن گرفته شد که نعیم پوپل در جوانی بسیار آن فیلم را تحسین کرده بود. گروه لاله ها شامل سمیع خالقی طبل نواز، نظیر بلوچ با گیتار بیس و واسی رؤوفی با گیتار اصلی بود، در حالی که نعیم پوپل در این گروه به عنوان خواننده و نوازنده کیبورد فعالیت می کرد. این گروه در میان جوانان در شهر کابل و شهرت رسید و کنسرت های زیاده را در کابل، مزار شریف و جلال آباد برگزار کرد. سرانجام نعیم می خواست که به عنوان یک هنرمند انفرادی شروع به کار کند و برای یک حرفه بالقوه به رادیو کابل نزدیک شد. نعیم پوپل در سن 18 سالگی برای امتحان موسیقی به رادیو کابل رسید. مدیران استودیو از ظاهر خوب و صدای مسحور کننده او تحت تأثیر قرار گرفتند. آنها بلا فاصله از او خواستند که نوازنده ای بیاورد و چند تک آهنگ ضبط کند. مده دادم مکن یادم، مده جویی مکن شادم، و اگر یادت کنم مردم زمن بگذر رهایم کن. نعیم پوپل در تابستان سال 1972 اولین تک آهنگ خود را به نام لیلا نوروز است را منتشر کرد. این آهنگ به یک کلاسیک فوری تبدیل شد و نعیم جوان را با لقب خانوادگیش به شهرت بسزایی رسان. در همان زمان وی در کنار احمد ظاهر، الماس موسیقی کشور، به عنوان تکنیشن صدا در افغان فیلم کار کرد. احمد ظاهر تأثیر زیادی در راه هنری نعیم پوپل داشته است. نعیم پوپل به عنوان تهیه کننده یکی از برنامه‌های دلخواه خودش، یعنی مسابقه ذهنی، نیز در رادیو افغانستان و تلویزیون افغانستان کار نموده است. رهایم کن، رهایم کن، زمان بگذر، رهایم کن، رهایم. نعیم پوپل هنگام ضبط در رادیو کابل تک آهنگای بسیار را منتشر کرد که در مجموعه‌های منتشر شده مانند سیمین بر گل و مرد تنها که توانایی آواز نعیم را برجسته ساخت. با پیشرفت کار موسیقی در افغانستان، او شروع به سرخپوشی جشنواره‌های مختلف و کنسرت‌های مختلف در سراسر کشور نمود. تا سال 1975 نعیم پوپل در افغانستان به فوق ستاره رسیده بود و تلاش کرد تا حرفه خود را به سطح بعدی برساند. در نتیجه او تصمیم گرفت کابل را به صحنه موسیقی پر رونق ایران ترک کند. وقتی نعیم پوپل به تهران رسید، با دوست نزدیک و همکار نوازندهش خلیل راغب دیدار کرد. آنها با هم شروع به پخش موسیقی در کنسرت ها و جشنواره های در تهران و مشهد نمودند. نعیم در ایران به یک سوپر استار تبدیل شد و در کنار بسیاری از خوانندگان نخبه آن زمان مانند گوگوش، داریوش،
ایبی و بسیاری دیگری گرامی داشته می شود. او در این دوران با خلیل راغب دو آهنگ ضبط نمود. آهنگ های بیاد ماندنی استیدیویی از این دوره زمانی در آلبوم شب کرده است که از یک قلب شکسته صحبت می کند و علی شیر خدا که از عشق او به معنویت می گوید. در شب گرد او با صوت زدن نوت هایی که توسط اکثر خواننده ها دشوار به نظر می رسد و تنظیم استاندارد با ارائه راحت آن نوت ها توانایی صوتی واقعی خود را به نمایش می گذاشت. جان جانان من هستی همدم جان من هستی. هنگامی که انقلاب ایران رخ داد، نعیم پوپل به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا کار خود را در شهر لس آنجلس ادامه داد. در آن زمان او کار با آهنگسازان و تنظیم کنندگانی مانند حسن شمایی زاده، استاد شاولی ترانه‌ساز، منوچهر چشم آذر، آندرانیک و نوید را آغاز کرد. نتیجه این همکاری ها را می توانید در آلبوم آینه ها که به طور گسترده و یکی از بزرگترین آلبوم های فارسی می باشد مشاهده نمود که قلب میلیون ها نفر را صوب می کند. میروی از کنار من، برو برو سفر بخیر، همدمی گل و زار من، برو برو سفر بخیر. نعیم پوپل به سراسر آمریکا سفر کرد و برای هزاران خانواده افغان و فارسی زبان که به دلیل آشوب سیاسی در کشورهای خود به آمریکا مهاجرت کرده بودند آواز خواند. او تنها خواننده افغان بود که در طول دهه 1980 سرگرم خانواده ها بود. سرانجام نعیم پوپل در سال 2006 میلادی بنابر دعوت تلویزیون آریانا پس از سالها تعبید در غربت به وطن برگشت و برای هموطنانش در داخل افغانستان کنسرت های اشاره نمود. نعیم پوپل حالا 67 سال عمر دارد، اما اطلاعات کافی در مورد خانواده وی وجود ندارد. در این اواخر او با پیشکی که در خانواده نگهداری می کند در اجراهای زندهش در صفحات اجتماعی دیده شده و همچنان برنامه های موسیقی مشترک با خانم هنگامه نیز داشته است.